اعتصاب و اعتراض بیش از 1000 تن از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان، اعتصاب کارگران پتروشیمی بسفاران، اعتراض موفقیت آمیز کارگران کارخانه قطعات بتونی گیلان، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندانهای قزلحصار و میناب، اعدام 3 زندانی در بندرعباس و زاهدان و صدور حکم اعدام 3 زندانی سیاسی اهل تسنن در گوهردشت کرج. حدود 1000 تن از کارگران پلی اکریل اصفهان در اعتراض به وعده‌های دروغین فرماندار رژیم یک بار دیگر تجمع کردند. آنها از چند روز پیش در اعتصاب و اعتراض به سر می‌برند و خواستار لغو طرح ضد کارگری رژیم برای کوچکسازی کارخانه هستند. کارگران پتروشیمی بسفاران دوشنبه 25 آبان اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن حقوق کارگران صورت گرفت. شرکت بسفاران از زیرمجموعه های پتروشیمی بندر شاهپور است. کارگران قطعات بتونی گیلان پس از 5 روز اعتراض رژیم آخوندی را مجبور به عقب نشینی کردند. کارگران رژیم آخوندی اعلام کردند 2 ماه از 4 ماه حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت می کنند. کارگران گفتند اگر به این وعده عمل نشود مجدداً اعتراض خود را از سر می گیرند. زندانیان سیاسی اهل تسنن در زندان قزلحصار به اعتصاب غذای خود ادامه می دهند. روز دوشنبه 27 آبان حامد احمدی که در 15 روز از اعتصاب غذای خود به سر می برد در پی افت فشار خون از هوش رفت. دشقیمان مانع از انتقال این زندانی به بهداری زندان شدند. به گزارش دریافتی وضعیت جسمی حامد احمدی و جمشید دهقانی بسیار وخیم است و این دو زندانی در چندی نوبت دچار خونریزی معده شده و خون بالا آوردند. زندانی سیاسی کرد علی مرادی در اعتراض به تبعید خود از زندان بندرعباس به زندان میناب اعتصاب غذا کرده است. زندانی سیاسی فرهنگ پورمنصوری از هموطنان عرب محبوس در زندان گوهردشت کرج در اعتراض به بلا تکلیفی وضعیتش سر و صورت خود را گچ گرفت. پیش از این نیز زندانی سیاسی کرد محمد امینی آگوشی در زاهدان سر و صورت خود را گچ گرفته بود. فرهنگ پورمنصوری به همراه برادرش شهرام پورمنصوری نزدیک به 14 سال پیش بازداشت و به حبس ابد محکوم شدند. رژیم آخوندی کنون هیچ خبری در این رابطه منتشر نکرده است. 56 تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی بندرعباس در انتظار حکم اعدام به سر می‌برند. بنا به خبر دیگری رژیم جنایتکار آخوندی روز دوشنبه یک زندانی را پس از 10 سال اسارت در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخت. رژیم آخوندی 3 زندانی اهل سنت را در زندان گوهردشت کرج به اعدام محکوم کرد. اسامی این زندانیان عبارتند از فرشید ناصری، تیمور نادری زاده و برزان نصرالله زاده.